میگن مردم با بیهجابی میخوان لخشن برین در یخچال مردم رو باز کنین تا بفهمین لختی یعنی چی طرف اومده میگه شما منتظرید آزادی بشه لخشید عزیز من مردم ایران همین الانش هم لختن شما برو در یخچالشون رو باز کن ببین حساب بانکیاشون رو ببین تا زمی میفهمی لختی یعنی چی محمد خاتمی حرمزاده از مسئولان خواسته تا قدر حضور فرهیختگان و استادان و دانشجان در کنش های اخیر رو بدونن و حکمرانی خوب پیشه کنند. عراجیف قوه قضاییه از صدور حکم مرگ برای پنج متهم به درک واصل کردن یک بسیجی خبر داده. با گذشت نزدیک به سه ماه از مرگ محسا امینی و اعتراضات سراسری پس از اون، محمد خاتمی پوفیوز رئیس جمهور دولت اصلاحات تو یک موزگیری تازه بیانیه ای صادر کرده. اون در این بیانیه شعار زن زندگی آزادی رو شعار زیبا دونسته و حرکت به سوی آینده بهتر رو نشون میده. خاتمی با اشاره به درد و داغی که از خونهای ریخته شده و آسیبهایی که مردم در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به خصوص اخلاقی دیده و میبینن نوشته جای خوشوقتی است که پس از انفعال تحمیل شده بر دانشگاه اینک شاهد حضور و ابراز وجود دانشجان در جریانهای اخیر هستیم و خوشوقتی بیشتر اینکه همدلی و همسخنی بخش مهمی از استادان رو با دانشجان میبینیم. اون همچنین از بازداشت و اذیت و آزار دانشجویان اظهار تاسف کرد و نوشت این رفتارها نه با مبانی و موازین آزادی و حقوق انسانی سازگار است و نه در نهایت امنیت پایدار دانشگاه و جامعه را تعمین می کند. خاتمی پوفیوز البته در ادامه بیانیهش با تاکید بر مسئله امنیت نوشته از دانشگاه به خصوص انتظار می رود که توجه داشته باشد که همچنان که آزادی یک نیاز مبرم و مطالبه مهم است امنیت نیز برای کشور اهمیت دارد و مراد از آزادی آزادی ملت و از امنیت امنیت میهن است او سپس تاکید کرد نباید گذاشت آزادی و امنیت در برابر هم قرار گیرند و در نتیجه آزادی به بهانه حفظ امنیت پایمال شود یا امنیت که شرط استقرار سامان و نظم خوب در جامعه است به نام آزادی نادیده انگاشته شود خاتمی حرومزاده با اشاره به شعار زن زندگی آزادی این شعار زیبا رو نشونه حرکت جامعه به سوی آینده بهتر دونسته. اون از مسئولان خواسته تا قدر حضور فرهیختگان و استادان و دانشجان در این حرکت رو دونسته و به جای برخورد ناروا با اون دست یاری به سوی اونها دراز کنن و پیش از اون که دیر بشه به سوی حکمرانی خوب حرکت کنن. بعد از مدت ها مردم با حمله لباس شخصی ها از مسجد با گلوله های ساشمه و بمب صوتی مواجه شدند. مردم اکباتان که هر روز دمار از روزگار نیروهای سرکوب در می آورند، مورد حمله نیروهای سرکوبگر فاسد قرار گرفتند. دیار دا دیار دا. جنایت این همه سال جنایت این همه سال جنایت مرگ <تصفح> بار ای مرگ بار خامنه مرگ حسین جلالی حرمزاده نماینده مفنگی طویله و عضو کمیسیون فرهنگی گفته حکومت به جای گشت ارشاد به دنبال اینه که بعد از تذکر حساب بانکی فرد بیهجاب مسدود بشه. حسین جلالی پوفیوز در ادامه گفته با پایان اعتراضات همه این موارد یکی دو هفته دیگر جمع می شود. منظور این است که روسری ها به سر زنان بر می گردد. روز گذشته حسین جلالی حرومزاده گفته بود طرح هجاب و افاف تا دو هفته آینده اجرا می شود و هزینه بد هجابی و بی هجابی را بالا خواهیم برد. پیشتر در حالی که اخیراً دادستان کل ایران در اظهاراتی غیرشفاف و مبهم از تعطیلی گشت ارشاد خبر داده بود علی خان محمدی حرامزاده سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در عراجیف نچندان روشن گفته که معمولیت گشت های امنیت و اخلاقی و اجتماعی به پایان رسیده اگرچه تأکید کرده که درباره افاف و هجاب باید از شیبه های جدیدتر، بروزتر و دقیقتر استفاده بشه حسین جلالی الدنگ هم تو توضیح اینکه برنامه جایگزین حکومت جمهوری نکبت به جای گشت ارشاد چیه گفت منظور از تغییر روش اینه که امکان داره در قالب تذکری از طریق پیامک به افرادی بی هجاب اعلام بشه که شما هجاب رعایت نکردین و سعی کنید به قانون احترام بذارین بعد از تذکر وارد مرحله اختار میشیم بعد هشدار و تو مرحله سوم ممکنه حساب بانکی فرد بی هجاب مسدود بشه حسین جلالی دیروز گفته بود از طرح حجاب و افاف عقب نشینی نمی کنه. این عقب نشینی به معنای عقب نشینی جمهوری نکبت اسلامیه اون گفته بود این طرح جدید با مجلس هم در میون گذاشته شده مرگ محسو امینی دختر جوان اهل کردستان که هنگام سفر به تهران توسط گشت ارشاد منحوس بازداشت شده بود به اعتراضات سراسری در ایران منجر شده که تو تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه ارزیابی شده در پی این اعتراضات بسیاری از دختران و زنان حتی دانش آموزان و دانشجویان روسری و مغناهای خود را برداشتند و آتش زدند روسری ها یکی از اقدامات نمادین معترضان برای ابراز مخالفت خود با هجاب اجباری و قانون آن در ایران است. تهدید و پلم به مغازه هایی که اقدام به تعطیلی کسب و کار خود کردند. دادستان پاوه شخصا اقدام به پلم به مغازه های بسته میکنه. تصاویر و ویدیوهایی از برخی از نقاط اصفهان منتشر شده که دوی کرکره مغازه های بسته شعرهایی مانند مرگ بر وطن فروش، مرگ بر کاسب قاتل و همراه با هشتگ تحت نظر نوشته شده. این اقدام در حالی رخ میده که برخی از رسانه های ایران روز گذشته تو گزارش های تصویری اعلام کردند که وضعیت بازارهای شهرهای مختلف عادیه و مغازه‌دارا به اعتصاب های اعلام شده نپیوستند. از طرف دیگه انگاو با انتشار تصویری نوشت که دادستان پاوه شخصا اقدام به پلم به مغازه های بسته میکنه همزمان با این رسانه اعلام کرد که اداره اماکن در ایلام نیز اقدام به پلم به واحد های سنفی بازاریان کرده دقت کردین که هر اقدامی که توی اتاق فکر این حرومزاده ها بررسی میشه به انقلاب ما کمک میکنه و بیشتر به سقوط خودشون نزدیک میشن.